آقای شاهی خوش اومدین، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. از یک طرف سفر گروهی به تهران رو داریم و از سفر دیگه ادعاهای مالی رو داریم. به نظر میسه مقامات آمریکایی منتظر پیام گروهی هستن. فکر میکنین رافائل گروهی حامل چه پیامی برای جمهوری اسلامی هست و چه انتظاری از این سفر از جانب مقامات آمریکایی وجود داره؟ سلام و وقت شما بخیر. اگر که ما بخوایم از تجارب گذشته به عنوان در واقع مصداق بحث استفاده بکنیم، من آنچنان انتظارات زیادی از این سفر ندارم، چرا که شاید بیشتر از یک سال هست که عملا مناسبات آژانس با جمهوری اسلامی وارد یک دور باطل شده. اگر که حضور ذهن داشته باشید، پارسال دقیقا در همین موقع ها بود، در ماه مارچ قبل از نشست شورای حکام، گروسی به تهران رفت، بعد از یک سری ملاقات های جدی برگشت و در یک نشست خبری گفت که جمهوری اسلامی به من ضمانت داده که در یک فریمورک زمانی مشخص تمام ابهاماتی که آژانس در مورد اون سایت های مشکوک رو داره رو برطرف بکنه و این خود به خود راه رو هموار میکنه برای رسیدن به یک توافق معنادار. دقیقا یک سال از اون نشست خبری گذشته، نه ابهاماتی برطرف شده و نه تنها مشکلات آژانس با جمهوری اسلامی برطرف نشده، نظارت‌هایی که باید داشته باشه به حالت عادیش برنگشته، بلکه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به مراتب خطرناک‌تر شده و امروز حرف از در واقع اورانیوم 84% در سانتریفیوژهای جمهوری اسلامی هست و من بعید میدونم که در واقع در این سفر مشکلاتی که در ماها و سالهای گذشته داشته گروسی بتونه حلش بکنه و اگر که در این شورا نشست شورای حکام در پیش رو تصمیم قاطعی بالاخره در مورد سرنوشت برنامه‌های هسته‌ای گرفته نشه، این یک ریسک خطر بسیار بزرگی رو به وجود میاره، نه تنها برای امنیت مردم ایران، نه تنها برای امنیت منطقه، بلکه برای امنیت جهان. آقای شاهی، به گذشت تقریبا یک سال از آخرین دیدارهای معنادار و در واقع اظهارات اشاره کردین، آیا با توجه به این تمام تغییرات و تحولاتی که در ایران در مدت یک سال اخیر گذشته، به خصوص تغییراتی که به دنبال اعتراضات خیزش انقلابی به وجود اومده، در رویکرد سیاستمداران غربی و افکار عمومی شاهد تغییر معناداری هستیم که اساساً اونها رو از نشستن بر سر میز مذاکره با جمهوری اسلامی منع کنه و اصلا این کار رو عملاً امکان نشستن بر سر میز مذاکره رو از بین ببره؟ آیا شما با همچین تصوری، همچین چیزی رو متصور هستید یا فکر میکنیم برجام هنوز نمورده؟ ببینید، خب ما این رو نمیتونیم انکار بکنیم که در حداقل در 6-7 ماه گذشته فشارهای غرب، خصوصا فشارهای کشورهای اروپایی علیه جمهوری اسلامی بیشتر شده، اما خب تردیدها در مورد مواضع عملی ایالات متحده زیاد هست. ببینید، در یکی دو هفته گذشته ما شاهد انتشار مقالات متعددی در روزنامه‌های معتبری بودیم که حرف از این میزنه که امروز در واقع یک اختلاف نظر جدی بین اروپا و ایالات متحده وجود داره. اروپا به دنبال این هست که فشارها رو علیه جمهوری اسلامی به خاطر برنامه‌های هسته‌ایش بیشتر بکنه، اما ایالات متحده داره امتناع می‌کنه. ببینید، در این شرایط و خب من ایالات متحده این در واقع این گزارش ها رو رد میکنه و تکذیب میکنه. در شرایط فعلی به نظر من به شکل منطقی دو حالت نمیتونه وجود داشته باشه، یا اینکه پشت پرده یک کارزار رسانه‌ای به وجود اومده که فشارها رو علیه ایالات متحده بیشتر بکنه که موازش رو نزدیکتر به اروپایی ها و اسرائیل بکنه، که من واقعا بعید میدونم همچین اتفاقی به مفهوم واقعی کلمه افتاده باشه، یا اینکه همواره ایالات متحده در مورد در واقع آینده برنامه هسته جمهوری اسلامی به یک تصمیم قاطع نرسیده. نه تنها به یک تصمیم راهبردی قاطع نرسیده، بلکه متاسفانه به نظر میاد که در همواره روی پا
پاشنه قبلی داره میچرخه. درسته که مقامات ایالات متحده دائما دارن در واقع این گزارش ها رو تکذیب میکنن، اما رفتارهای عملی ایالات متحده، سیاست های عملی ایالات متحده داره این مسئله رو تایید میکنه که ایالات متحده داره انعطاف بیش از اندازه نشون میده که در واقع به اون فریضه ایدئولوژی که عملا امروز واقعا تبدیل شده به یک توافق هسته‌ای برای دموکرات ها شده، یک فریضه ایدئولوژی که در واقع به اون خواستگاه در واقع سیاستشون که توافق هسته‌ای هست برسن. و خب شاید این یک مسئله پارتیزنی و حزبی در ایالات متحده باشه، شاید برای دموکرات ها و بایدن یک اهمیت هویتی و حیثیتی داشته باشه، اما خب مشکلات هسته‌ای جمهوری اسلامی فراتر از مشکلات هویتی و حیثیتی حزبی است. یک مسئله هست که میتونه خطرات قابل توجهی برای منطقه و جهان داشته باشه و امروز جمهوری اسلامی شاید فقط چند هفته به اون نقطه غیر قابل بازگشت فاصله نداره و زمانی که از اون نقطه غیر قابل بازگشت گذشت دیگه تمام این مسائل حزبی و حیثیتی و هویتی بی‌معنا شده و عملا جهان وارد یک فصل بسیار خطرناک با حضور یک جمهوری اسلامی هسته‌ای شده. ممنون از شما افشین شاهی، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه کیل که از لندن با ما همراهی کردید.